اوکی، به قسمت دوم برنامه خوش آمدید. امیدوارم که خوب و سلامت باشید هر کجا که هستید. درک کردید، متوجه شدید و حس کردید که با این تمرین کوتاه فقط 2 دقیقه، فکر کنم شاید حتی 2 دقیقه میخوردی کمتر شد، با تمرین 2 دقیقه استفاده از توپ رنگین کمان که این یک هدیه فوق‌العاده از خالق هست. چیزی که خالق خلق میکنه نظیر نداره، یعنی فوق‌العاده است. این توپ رنگین کمان هم بسیار و بی نهایت از خالق مهربان هم ما سپاس داریم برای هدیه این توپ رنگین کمان. بی نهایت بی نهایت سپاس، چون چیز فوق‌العاده ایه. با 2 دقیقه تمرین شما چه حس و سبکی متفاوت، این نشون میده تغییری اون چیزی که دارید حس میکنید، حتی اگرم حسش نکنید. ولی خب وقتی حس میکنید یه چیزی تجربه میکنید، تاییده میده که داره در شما تغییر ایجاد میشه، در جسم شما، در سلول های شما داره تاثیر ایجاد میشه، تغییر ایجاد میکنه. و به مرور حتی اگه افرادی که بیمار هستن دارو مصرف میکنن، این خیلی بهشون کمک میکنه که هم اثرات این داروها پاکسازی بشه، هم به مرور خیلی از بیماری ها رفع میشه. چون یکی از مسائل خیلی ها همین مایعاتی هستند که در مابین ارگان ها هستند، که این البته دانش این از قدیم بوده، از حتی قدیم چندین هزار سال پیش در فلسفه دانش ایران و حتی دانش 5000 ساله چین این دانش بوده که این آبی که ما بین ارگان ها هست خیلی مهمه. و روش های متفاوتی هم برای خودشون داشتن که چطوری یه تأثیراتی در این ایجاد کنن. ولی خب معمولا فکر کنم، البته من اینو دقیق نمیدونم، ولی فکر کنم تو ایران بهش حجامت میگفتن، که فکر کنم هدفشون دقیق، من نمیدونم چون چیز زیادی راجبی من نمیدونم، ولی فکر میکنم هدفشون این بوده تو این زمینه تأثیری در این قسمت داشته باشن. ولی خب روشش خیلی روش آرام بخش نیست. ولی با توسط توپ رنگین کمان به راحتی، بدون هزینه، بدون درد، حتی با حس خوب میتونیم سلامتی، پاکی و زلالی ایجاد کنیم. و حتی همطور که خیلیاتون تجربه کردید، حس آرامش، چون عشق آرامش میاره. وقتی به خودتون، وقتی از سوپ رنگین کمان دارید استفاده میکنید بدین گونه، دارید به خودت امواج ارتعاش بالا، امواج عشق میفرستی. سلول ها تو وقتی تصور میکنی که این آبشار طلایی تو رو داره پر میکنه، داری به خودت امواج عشق و بخشش میفرستی و حتما آرامش میاره. و وقتی که آرامشت بیشتر باشه، گفتارت آرامتره، رفتارت آرامتره، با خودت و دیگران میتونی آرامتر باشی. تو این حالت بهتر تفکر میکنی، چون یادتون باشه ما حتی مایه‌های زیادی حتی تو مغز فیزیکیه. تو این حالت اکثر افراد که ممکنه میگرن داشته باشن، سردرد داشته باشن، حتی افرادی که شاید خیلی علائم رو رفع میکنه، چون این آب که در جسمه مربوط به خیلی چیزا میشه. اگه یبوست دارید، اگر مسائل رحمی، تخمدان، کبد، کلیه، معده، هر چی فکرش بکن، ریهات، حتی کسایی که آلرژی ازما دارن، این میتونه، این تمرین میتونه این مسائلشون رو رفع کنه، چون تو ریه ها مایعات زیادی هست. در هر قسمتی کسایی که شاید مشکل چشم دارن، چون چشم باید مرطوب باشه، مایع درش هست، هر پوستت، هر قسمتی از بدنت، تمام تک تک این سلول ها درش مایعات داره و بعد هر چقدر زلالتر و پر عشقتر باشه، آرامش و سلامتی بیشتر میاره. حتی اگه کسی هیچ موردی هم نداره، هیچ مسئله هم نداره، این تمرین مناسبی براش هست که میتونه ایجاد جوانی بکنه. چون وقتی شما این آب جسمت زلال باشه، پوستت شفافتر و زیباتر میشه، میتونه جوانی و تراوت برای شما بیاره.
پس حتما این تمرین روزانه برای 2 دقیقه انجام بدید. منافع خیلی بیشماری برای شما میتونه داشته باشه. به اضافه اینکه این وقتی که شما زلال مایه جسمت زلاله، ارتعاش جسمت رو میاره بالا و این تأثیر مثبت رو دیگران هم میگذاره. وقتی شما در آرامش و سلامتی باشی، سلامتی و آرامش هم به دیگران انتقال میدید. پس حتما این تمرین انجام بدید. اوکی، من تایمرم رو بزنم. اوکی، حالا من سوال جواب میدم. عزیزان اگه سوال میخوان جواب بدم. در صورتی که در ضمن این عروسکی که به سقف آویزونه یک فرشته است، ولی بالاش مشخص نیست، پشتش بال داره، چهرش هم پیدا نیست. یه چهره قشنگی داره، موهای فرفری زیبا داره و یک فرشته هستش که اون بالا من آویزون کردم. آیا تغییر اسم تقدیر آدم رو عوض میکنه؟ تغییر اسم کارماسوزی نمیکنه. این سوالا من فکر کنم یکی داره یه صحبتایی راجع به اسم میکنه. این سوالا یه تعداد زیادی پرسیدن. تغییر اسم کارماسوزی نمیکنه. یه تأثیری که داره حس شما هست. حسی که به اسمت داری تأثیر داره. مثلا خیلی ها اگه مثلا یه اسمایی دارن، حالا من اسم انگلیسی میگم کسی بهش بر نخوره، مثلا یکی ممکنه اسمش باشه مثلا جک، بعد این از این اسم جک خوشش نیاد. خب هر دفعه یکی صداش میزنه جک، میگه اما از این اسمم خوشم نمیاد، کاش که من یه اسم دیگه داشتم. حسی که خودش به اسمش داره در ارتعاشش تأثیر میگذاره. حالا اگه این کسی که اسمش جکه، مثلا از تام کروز خیلی خوشش میاد، میاد اسم خودشو میذاره تام یا مثلا تام کروز، بعد هر دفعه خب یکی اسمشو صدا میزنه تام، مثلا بیا اینجا، این خوشحال میشه، میگه که یاد تام کروز میفته، میگه آم از این اسمم خیلی خوشم میاد. حسی که خودش به اسمش داره تأثیر در ارتعاشش میگذاره و اون ارتعاش تأثیر در شرایطش میگذاره. تغییر اسم کارماسوزی نمیکنه. اگه میکرد که خیلی خوب بود، همه میرفتیم اسممون رو عوض میکردیم. تغییر اسم کارماسوزی نمیکنه. بعدم امتحانش که مجانیه، برین اسمتون رو عوض کنیم ببین چه تغییری میده. ولی تغییر اسم کارماسوزی نمیکنه. اوپس، ببخشید. نزدیک بود این پایه. اوکی. یکی از دوستانم خواب منو دیده که بهش چند بار گفتم 3 شنبه ساعت 10 مواظب خودت باش و چند بار تکرار کردم، تعبیرش چیه؟ خب میتونید کتاب خواب منو تهیه کنید. حسی که تو خواب دارید خیلی مهمه، خیلی ربط داره به پیام خواب. حسی که تو خواب دارید، ولی عدد 10 یعنی تکامل یک کاری. داشتید بهش یه پیام یا یه آگاهی به این زمینه میدادید. احتمالا شاید تو تصمیم گیری، اگر در شرایط تصمیم گیری هست، داشتید بهش یک هشدار یا یک آگاهی میدادید. حالا معمولا پیام های خواب مثبته، کلن توی این زمینه داشتید بهش کمک میکردید در مورد اتمام یک کاری. عدد 10 یعنی تکامل، اتمام یک کاری. درود دوباره، درود بر شما. نوه من فیلم ترسناک دیده، 6 سالشه، ترسیده، چیکارش کنم؟ در درجه اول شما چرا میذارید بچه 6 ساله بشینه فیلم ترسناک ببینه؟ این مسئولیت شماست. اصلا کلا فیلم ترسناک برای هیچ کسی مناسب نیست، ولی بزرگ سالها مسئولیتشون هست که بچه داره به چی توجه میده و شما کار بسیار اشتباهی کردید که اجازه دادید این بچه بشینه فیلم ترسناک نگاه کنه.
تو این سن ناخودآگاهشون خیلی تاثیرپذیره و این کارا تکرار نکنید لطفا. خیلی باید حواستون باشه که بچه ها به چه برنامه های چه موزیکی حتی گوش میدن. من برادر خودم که کوچیک بود، چون ما بینمون تفاوت سنی هست، یه بار میخواست یه سی دی بخره، خیلی سال پیش البته، و من دقت میکردم به موزیکایی که میخواد گوش بده، اون سی دی براش نخریدم، به خاطر که کلامی که توش بود کلام خوبی نبود. بهش گفتم نخیر، این چیزایی که بچه به تکرار گوش میدن، فیلمایی که توجه میدن، ویدیو گیم هایی که بازی میکنن، اینا رو باید توجه بدید، اکثرش به نفع و صلاح بچه نیست، مخصوصا یه بچه 6 ساله. حالا تأثیراتی که این فیلم در این بچه گذاشته فعلا 100% شاید نشه رفع کرد تا موقعی که خودش بزرگسال بشه و بتونه از یه تکنیکایی استفاده کنه که ناخودآگاهش رو تغییر بده. چون یه سری تکنیکایی که من آموزش میدم برای بچه ها زوده. ولی شما از اسبهای شاخدار کمک بگیرید که به بچهتون کمک کنن حس امنیتش رو به دست بیاره. و لطفاً آگاه‌تر برخورد کنید. این بچه ها امانت شما هستند. باید حواستون باشه چیکار میکنید. خواهش میکنم. میشه امشب درمان بفرستید برای تمرکز قوی داشتن. شما اگر برای مراقبه هست، شما موقع مراقبه میتونید از فرشته‌های نگهبانتون کمک بگیرید که به شما کمک کنند که تمرکز بیشتری داشته باشید و مراقبه بهتری داشته باشید. یه کاری که فرشته‌های نگهبانتون و هم فرشته‌های مقرب و فرشته‌های دیگه میتونن و این کار رو به طور زیاد هم انجام میدن، معمولا تو حالاتی که لازمه یا واجبه دور شما آهنگ میخونن. خیلی اوقات اگر که با صدای موزیک بیدار میشی یا موقعی که بیدار میشی صدای موزیک میشنوی، فرشته های نگهبانتن که دارن صوت و امواجی میفرستن که به شما حس آرامش و تعادل بده و به ارتعاشت کمک کنه. شما تو اون حالت میتونید از فرشته های نگهبانتون کمک بگیرید و اونها میدونن چه کار کنن که شما آرامش بیشتر و تمرکز بیشتری داشته باشید. ولی قسمتش مسئولیت خودتونه. قسمت اعظمش مسئولیت خودتونه. ذهن رو باید تعلیم و تربیت داد. چطوری ما ذهنمون رو تعلیم و تربیت میدیم؟ با ذکر گفتن. شما در طول روز باید حواست به خودت و به ذهنت باشه. موقعی که افکارت آرام نیست و ذهنت داره حرف میزنه میدوه، باید بگی استاپ، شروع کنی به ذکر گفتن. با ذکر گفتن تو داری به ذهنت پیام میدی که تو اونجایی باید باشی که من میخوام. من رئیس ذهنمم. ذهنم رئیس من نیست. ذهنم در اختیار منه، نه من در اختیار ذهنم. باید بهش مسلط بشی. وقتی میبینی افکارت داره همینجور میدوه، میگی استاپ، صبر، توقف، شروع میکنی به ذکر گفتن. حالا هر ذکری، من دریافت میکنم عشق خدا رو خیلی خوبه، همه ذکرهایی که من پست کردم مفیده. یه دقیقه دو دقیقه ذکر میگی، این ذهنتو آرام میکنه. دوباره یه نیم ساعت یه ساعت بعد دوباره متوجه ذهنت داره میدوه، دوباره بعد بگی توقف، شروع میکنی به ذکر گفتن. یه دقیقه یا دو دقیقه این کار رو به تکرار و متداول و روزانه که انجام بدید، دارید ذهنتو تربیت میدی که تو باید اونجایی باشی که من میخوام. تو ذهنت به ذهنت پیام میدی که تو در اختیار منی، نه من در اختیار تو. من رئیسم. و بعد دائم مثل یه بچه کوچیک. بچه کوچیک وقتی چهار دست پا را میفته چیکار میکنه؟ به همه چه میخواد سر بکشه. شما باید مراقبش باشی، محدودش کنی به یه میزانی که مثلا لب پله ها نره، نمیدونم دست تو کابینت ها نزنه،
بعد حواست باشه این اینور اونور نری، یه شرایطی ایجاد کنی که این بچه به خودش آسیب نزنه، یه مثلا از این چیزای مال بازی دورشون میذارن. ذهنم همین حالتو داره، نباید بذاریش به حال خودش، نگرنه خرابکاری میکنه. بعد هدایتش کنی و گاهی اوقات محدودش کنی، از این لحاظ که با ذکر گفتن داری هدایتش میکنی و بهش تربیت و تعلیم میدی. و این یه تمرین دراز مدته، چون باید عادت ذهن بشه که تو در اختیار منی. این باید عادت بشه. عادت چطوری به وجود میاد؟ با تمرین مکرر روزانه. یعنی باید به طور متداول ماها این تمرین رو انجام بدید، آرام آرام به ذهنت به اختیارت میاد. یه چیزی که خیلی بر بچه ها مفیده که این تمرین ذهن رو از بچگی یاد بگیرن، چون این چیزی که ما بچه ها بهشون یاد نمیدن. یکی این که برای یک دقیقه، مثلا این خیلی تمرین خوبیه برای معلم ها که با بچه ها، مثلا معلم هایی که در دبستان کودکان آموزش میدن، اینو بهشون تعلیم بدن. و فقط برای یک دقیقه، برای بچه ها یه دقیقه کافیه چون صبرشون کمتره. فقط برای یک دقیقه بهشون آموزش بدید توجه به تنفس. همین، مثلا میگی برای یک دقیقه نفس میکشیم بی داخل، نفس میکشیم بازدم. همین یه دقیقه ما داریم تمرین تنفس میکنیم. همین، این بسیار به بچه ها کمک میکنه، مخصوصا بچه هایی که خیلی یه خورده خرابکاری میکنن یا یه خورده ناآرومی میکنن. این خیلی بهشون کمک میکنه، مخصوصا تو کلاس که همه با هم انجام بدن، ارتعاش کل کلاس رو تغییر میده. میبینید که بچه ها آرامتر خواهند بود، درساشون رو بهتر یاد خواهند گرفت و یک عادت خوبی براشون میشه که بعداً در بزرگسالی راحتتر و آرامتر باشند و خیلی راحت میتونن مراقبه کنن. از کودکی اینو اگه بهشون یاد بدیم، خدمت بزرگی به جامعه کردیم. حالا میتونید فقط بگید برای یک دقیقه تمرین تنفس، که این بهشون یاد میده از بچگی تسلط به ذهن. یا اگه کلاسایی مثل مارشال آرتس برن، مارشال آرتس مثل کاراته، تکواندو، تای چی، چون تو این تمرینات هدف یا توجه روی قدرت جسم، جریان انرژی چی و تسلط ذهنه. تسلط ذهن یه چیزیه که تو این تمرینات به بچه ها یاد میدن و به اضافه اینکه یاد میگیرن چطوری از خودشون دفاع کنن، ولی خیلی تمرین خوبیه براشون که یاد بگیرن تسلط ذهن و آرام کردن ذهن. حالا افرادی که چون کلن تو فرهنگ نه فقط هم ایران، اکثر کشورها این چیزی که به بچه ها یاد نمیدن، تو امریکا در بعضی جاها خیلی به حالت محدود اینو شروع کردن که به بچه ها یاد بدن مراقبه کردن رو. حالا اگر شما هم در شرایطی هستی، معلم هستی یا مادر هستی، بشینید برای یک دقیقه. توقع زیاد ازشون نداشته باشید، یک دقیقه کافیه. فقط یک دقیقه تمرین تنفس. همین، این خیلی شروع خوبی بهشون میده. پسر دوست من عدم تمرکز دارن و دوستم بسیار ناراحته از این بابت. من امروز بهشون گفتم که از شما درخواست میکنم که شما درمان بدید، البته اگر شرایطش باشه. این چیز درمان ممکنه تأثیر درش بده. در تسلط ذهن تمرین روزانه لازمه، چیزی نیست که با یک درمان به وجود بیاد. همونطور که توضیح دادم، تمرین روزانه لازم داره و از فرشتهای نگهبانتون کمک بگیرید. درخواست دادم که کسی که سلمانه با من آشنا بشه، ولی هر بار خواب کسی که قبلا با هم زندگی میکردیم و جدا شدیم رو میبینم. درخواست دادم که کسی که صلاح من هست با هم آشنا بشیم. اوکی. در این زمینه درخواست قبل از خواب لازم نیست.
شما میتونید از خالق و فرشته ها درخواست کنید برای بلسینگ فراهم شدن یک رابطه خوب، یک ازدواج خوب. درخواستی که قبل از خواب میدید اینه که از روح بزرگم درخواست میکنم به اون چیزی که مانع دریافت یک رابطه خوب میشه درمان بده. درخواست قبل از خوابتون این باشه که از روح بزرگم درخواست میکنم به اون چیزی که مانع دریافت یک رابطه خوب و پر عشق میشه درمان بده. سه بار میگید قبل از خواب. بعد در روزانه میگید از خالق و فرشته درخواست میکنم یا از توپ رنگین کمان درخواست میکنم به من بلسینگ بدید برای یک رابطه خوب و پر عشق و ظرفیت دریافت اون. چون ظرفیت دریافت ما یکی از عاملهای اصلیه که خودمون اجازه نمیدیم، خودمون دریافت نمی کنیم به دلایل مختلف. اون کسی هم که تو خواب دیدید که قبلا باش بودید احتمالا احساساتی و وابستگی هایی هست که بعد رها بشه. خودتون و اون شخص رو ببخشید. آتش سمبل پاکسازیه. خاموش کردن آتش یعنی مانع شدید، مانع پاکسازی شدید، به یه فرمی مانع پاکسازی شدید. ولی آتش سمبل پاکیه، یعنی آتش داره پاکسازی میکنه. سیگار، از توپ رنگین کمان استفاده کنید برای بلسینگ ترک سیگار. این ریشه داره در کارمای اعتیاد. به کارمای اعتیادتون درمان بدید، به کارمای اجدادیتون درمان بدید. از توپ رنگین کمان استفاده کنید برای اراده و تسلط قوی تر و ترک. این عشق به خود هم درش تاثیر داره، البته یکی از ریشه هاش عشق به خود هست. شما فرض بکن اگه یک بچه 5 ساله بیاد به شما بگه که به من سیگار بده، من میخوام سیگار بکشم، شما بهش نمیگی خب بیا سیگار بکش. چرا؟ چون میدونی براش ضرر داره، به ضررشه، به سلامتیش ضرر میرسونه. مخصوصا اگه بچه خودت باشه عصبانی میشه، میگی نه اصلا ابدا. چرا؟ به خاطری که بهش عشق داری، علاقه داری، خوبی و سلامتیشو میخوای و به هیچ وجه اجازه نمیدی مثلا اون بچه 5 ساله بیاد سیگار بکشه. شما به همین میزان عشق باید به خودت داشته باشی که اجازه ندی کاری بکنی که به جسمت، به سلامتیت زیان برسونه. دانلود که دریافت کردیم، بله دانلودی که من یه بار دادم در ارتعاش هدفش همین بود، تغییر ارتعاش. وقتی تنها احساس میکنم کسی اطرافم هست، تو کلاس پاکسازی شرکت کنید. ولی این نشون میده حستون، حس لمستون به بُعد نوری قوی تر شده و این شروع آگاهی هست، چیز بدی نیست. من اتفاقا اینو خودم در شروع تجربه میکردم که موقعی که میخواستم بخوابم حس میکردم انرژی های دور و برم. خیلیش حضور، ممکنه حضور فرشته هاتون باشه یا فرشته های نگهبانتون باشه یا معلم های نوریتون، و چیز بدی نیست. ولی توی کلاس پاکسازی شرکت کنید، این به حس ترستون کمک میکنه. ترستون رو باید رها کنید. ما الان همه در مسئله بیدار شدن هستیم که به خیلی چیزایی که آگاه نبودیم داریم آگاه میشیم. این قسمتیشه، حستون آگاه تر شده، حستون قوی تر شده و چیز مثبتیه. فقط باید ترست رو رها کنیم. آیا از توپ رنگین کمان برای مشکل اقامت پسرم میتونم درخواست بدم؟ بله میتونید بگید بهش بلسینگ بده اونطور که به صلاحشه. همیشه میگیم در انتها اونطور که به صلاحه. خودش هم اگه این کار بکنه بهتره. مرسی عزیزم، منم شما رو دوست دارم. آرزو
آرزو جواب و گرفتی. آه داری برای یکی دیگه هر کی میاد سمتم خیلی با اشتیاق میاد و اولین دیدار کلی عشق و علاقه که، ولی یهو کلا از صحنه محو میشن. خب اینو بعد براش ریشه یابی کنید از روح بزرگ که ریشه چی هست. بعضی اوقات اگه خودت آمادگی رابطه نداری، خودت ناخودآگاه خراب میکنی کارو، ولی بعد از روح بزرگتون ریشه یابی کنید. میتونید تو کلاس عمر ازدواج من هم شرکت کنید. قسمت کامنت رو ببندم. بلد نیستم چطوری قسمت کامنت رو ببندم، ولی الان که دارم سوال جواب میدم. بلد نیستم چطوری قسمت کامنت رو ببندم. از پاسخ مفید شما از بودزم هندوزم کدام یک از نظر شما به حقیقت نزدیکتره؟ من پیرو هیچ مرام دیگه ای نیستم. یه چیزی که به من خیلی کمک کرده اینه که من از خالق حقیقت رو خواستم، پیرو کسی نبودم، و این چیزی بوده که خیلی به خود من کمک کرده. وقتی که شما پیرو دیگران میشی، خب در بعضی شرایط میتونه بهتون کمک بکنه، ولی من چون این تجربه رو داشتم که خیلی چیزایی که دیگران میگن کاملا صحیح نیست، کاملا صحت نداره، حالا چه در ادیان چه در مرامهای دیگه، و این حس در من بود که اون چیزی که من دنبالشم در دیگران پیدا نمی کنم. این حس خیلی آشکار در من بود در موقعی که در دوران نوجوانی. یه مثالی مثلا کتابای مثل روانشناسی سعی می کردم مطالعه بکنم برای اینکه خودم آگاه بکنم، ولی این حس در من بود از چیزایی که تجربه کرده بودم یا شنیده بودم در تا اون زمان که در نوجوانی من خب شرایط زندگیم خوب نبود، مسائل زیادی بود، ولی این حس رو گرفته بودم از محیطم تا اون سن، تا اون سن مثلا 18 19 سالگی این حس رو گرفته بودم که اون چیزی که من دنبالشم در دیگران پیدا نمی کنم. حالا این حس هم از روح درونمه، چون من خیلی زیاد تناسخ کردم و در تناسخهای مختلف ادیان مختلف رو تجربه کردم. من در خیلی زیاد من تناسخ کردم، مسلمان بودم، یهودی بودم، مسیحی بودم، بودست بودم، نمیدونم حد بی خدا بودم، بیمران بودم، هرچی فکرش بکنی من تجربه کردم به مکرر حتی، و این حس خیلی به خاطر تجربیات روحی من و حس من خیلی در من آشکار بود که اون چیزی که من در پیش هستم در دیگران پیدا نمی کنم. برای همین من فقط از خالق درخواست می کردم کمکم کن خودم رو بفهمم، کمکم کن حقیقت رو ببینم و بفهمم. این یکی از درخواستایی بود که من زیاد از خالق می دادم قبل از اینکه به چیزی به اون صورت آگاه باشم، ولی حس نزدیکی به خالق داشتم و خیلی از خالق درخواست میدادم، چون شرایطم خوب نبود که خب به من بفهمون، گردن خدا نمیذاشتم، یعنی نمیگفتم تقصیر توه، تو چرا بر من بد خواستی، چون این حس رو داشتم که خالق بر بندش بد نمیخواد، و فقط میگفتم حقیقت رو به من نشون بده، منو به خودم آگاه کن بفهمم من کی هستم، چرا این تجربیات رو دارم میکنم، چرا شرط زندگیم اونی که میخوام نیست، و به مرور به چیزایی آگاه شدم. یعنی از مسیرهای دیگران من وارد قضیه نشدم، و این یه مقدار وقت تلف میکنه و حتی ممکنه گمراهی ایجاد کنه، و
وقتی هی میخوای گوش بدی ببینی این چی میگه، اون چی میگه، اون چی میگه، بعد مثل اینه که انرژی پراکنده میشه. و خب مثلا این شخص ممکنه 50% حرفاش درست باشه، اون یکی ممکنه 60% حرفاش درست باشه، اکثرا 100% شاید بنا به شرایط خودشون یا حالا به هر دلیلی 100% ممکنه صحیح نباشن. و این چیزی که من تجربه کردم که حتی کسایی که حسن نیت دارن گاهی اوقات غرورشون درگیر میشه، همه حرفاشون کاملا صحیح شاید نباشه. و این چیزی که به من کمک کرده که این شاخ به اون شاخ نشم. و البته برای خود من زمان زیاد برده، چون این چیزایی که یاد گرفتم، درکایی که در من ایجاد شده در دراز مدت ایجاد شده، این اطلاعات در طی 30 سال و چندی ایجاد شده در من، دو روزه اتفاق نیفتاده، زمان برده، خیلی براش زحمت کشیدم. ولی خب منفعتم این بوده که حقیقت رو از خالق خواستم و در درون خودم خیلی جستجو کردم. نخواستم جزی از این گروه یا جزی از اون گروه باشم یا ببینم اون چی میگه اون چی میگه، چون به حس من این یه مقدار سردرگمی ایجاد میکنه. وقتی یک مسئله رو تجربه میکنی، چون این چیزایی که من راجبش صحبت میکنم یا آموزش میدم تجربه کردم، وقتی یه سری مسائل رو تجربه میکنی درک بیشتری ایجاد میشه، عمق بیشتری پیدا میکنه، بیشتر میفهمی، بیشتر درک میکنی، تا اینکه مثلا یه کتاب بخونی. البته من نمیگم مطالعه نکنید، منظورم این نیست، فقط اینکه خیلی آگاه برخورد کنید. حالا این گروه هایی که شما گفتید، من شناخت کافی از هیچ کدومش ندارم، برای همین نمیتونم به شما بگم کدوم بهتره کدوم خوب نیست، چون من اطلاع کافی از هیچ کدومش ندارم. فقط اینکه بهترین وسیله شما روح بزرگته، معلمای نورید، روح درون خود دانش زیادی داره و مهمترین قسمت ارتباط با خالقه. این بسیار مهمه. اون چیزی که بهترین نتیجه رو به تو میده ارتباط صمیمی و خالص با خالقه، که دوست باشیم با خالق و خالق رو واقعا دوست خودت و رفیق خودت ببینی و با صمیمیت، با نزدیکی، با حسی که کنارته، درونته، با خالق ارتباط برقرار کنی. این مهمترین چیزیه که بهترین نتیجه رو به شما میده. من یه نوه دارم، پسر 1.5 سال داره. دیشب خواب دیدم که به ساختمان نیمه کاره پرت شده پایین و سرش از همین نشون میده که پرتاب شدن از یه فضایی، یعنی پایین آمدن سطح ارتعاش به طور زیاد. ایشون احتیاج به عشق و حس امنیت بیشتری داره. از اسبهای شاخدار درخواست بدید که به ایشون کمک بشه. در موقع بیداری میگید که از اسبهای شاخدار درخواست میکنم، از اسبهای شاخداری که به خلق بشر عشق میورزن درخواست میکنم به نوه من کمک کنید آنطور که به صلاحشه، که حس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشه و بتونه ارتعاش بالای خودش رو حفظ کنه. و این جمله رو 3 بار درخواست کنید که از اسبای شاخدار که به خلق بشر عشق می‌ورزن درخواست میکنم به نوه من کمک کنید اونطور که به صلاحشه، که حس عشق و آرامش و امنیت بیشتری تجربه کنه. 3 بار این جمله رو بگید، اسبای شاخدار بهش کمک میکنن. خودتونم راجبه مثلا یه قصه بهش بگید راجبه اسبای شاخدار،
یا یه عروسک اسب شاخدار براش بخرید. الان خوشبختانه من هر جا میرم نمادی از اسبای شاخدار میبینم. یه عروسک براش بخرید، یه چیزی مثل اسبای شاخدار. این خیلی بهش کمک میکنه که ارتباط برقرار کنه با اسبای شاخدار. لطفا حضور داشته باشید، برمیگردم برای قسمت سوم.